سلام و عرض بخیر خدمت شما عزیزان، علی صافی هستم از کانال ونکوور فاینانشال نتورک. امروز با تحلیل بازار در خدمت شما هستم، 8 جون 2021. خب بریم به سراغ چارت ببینیم که چارت ها به ما چه چیزی رو میگن. امروز من میخوام راجع به یک سری سهام ها صحبت بکنم. اول همیشه صحبت میکردم راجع به خیلی از ارزم به خدمتون سهام ها، معمولا از شاخص S&P شروع میکردم، ولی امروز میخوام از یک شاخصی صحبت کنم. شاخص اسمش هستش IWC و این هم ماکرو کپ هستش، یعنی در حقیقت پنی استاکا، که نشون میده که این پترن کاملا پارابولیک پترن هفتگیش هست و مجددا الان 3-4 هفته است که دوباره پول اومده توی این سهام ها و بالا داره میره و این کاملا تکنیکالی پترن ولیدی هستش. ولی دقت کنید که این پترن در حالت ماهانه ببینید چقدر پارابولیک هستش و چقدر بالا رفته، و اگر بخوایم این رو الان نگاه بکنیم و به حساب بیاریم، الان مووینگ یعنی آخرین 110 دلار در حقیقت آخرین جایی هستش که ما میتونیم ازش به عنوان ساپورت نام ببریم، و اگر این به پایین برگرده و 3-4 دفعه توی ماهای اخیر تست شده و اگر این به پایین برگرده خیلی پایین تر خواهد اومد، یعنی فقط اینجا به نظر من یک بانس اولیه خواهد زد و بعدش مجددا میره روی حدود 80 دلار تا 90 دلار. ما میبینیم الان مثلا استاک های مثل گیم استاپ دوباره برگشتن به مدار و دارن الان این گیم استاپ هسته. شما اصلا نگاه بکنید این چارت رو که از سال 2009 این چارت کلن مرده بوده، یعنی روی حدود مثلا 13 دلار 14 دلار مونده بوده. بعد ما الان بذارید والیوم رو براتون بیارم، این حجمی هستش که زده. شما نگاه بکنید قیمت سهام در ژانویه با چه حجمی بالا رفته، 158 میلیون و بعدش در ماه مارچ مجددا بالا رفته، این دفعه 71 میلیون. این دفعه که الان داره دوباره تست میزنه حجمش 17 میلیونه. یعنی حجم اصلا هیچی نیست و این پولی اصلا نیستش تو این سهام ها، و در حقیقت این گروه های ردیت و اینها هستن که دارن الان این سهام ها رو هایپ میکنن و الان مارکت به همین دلیل توی مثلا راسل 2000 بالا رفته. یا مثلا نمونه بارزش امروز کلاو بود، حالا الان البته این چارت AMC هست، چارت AMC رو ببینید مجددا مثلا الان شروع کرده بالا رفتن. این چارت تا قبل از این مرده بود، 3 دلار و 4 دلار بود، بعدش فوریه یک هایپ زد به سمت 19 دلار، بعدش چارت اومد پایین تر. خب الان شما نگاه بکنید اینجا یه چیز نزدیکه، بذارید دوباره من حجم رو بذارید براتون بذارم. حجم رو ببینید اینجا توی فوریه که حجم زده 1.253 بیلیون این میزان حجمش هست، و الان ببینید مثلا این هایی که زده الان 766 میلیونه و امروز که مجددا ترید شد به 214 میلیون رسیده، یعنی همینجوری حجم داره میاد پایین تر. خب این نشون میده که این سهام ها همگی وضعشون وضع کاملا مشخصی، وقتی پول داره میره تو این سهام ها یعنی پول توی شرکت های دیگه. امروز مثلا نمونهش کلاو رو من اینجا سیگنالش رو دادم، استاپ هم خورد، دیگه وارد نشدم به خاطر اینکه گفتم از اون هایپ استفاده کنم. ولی نگاه کنید امروز 85 درصد امروز رشد کرده، یهو قیمت سهم از 10 دلار شده 23-24 دلار. و امروز حجم رو بذارید ببینید، حجم خوب امروز حجم بالایی بود امروز، ولی من میخوام این سهم رو بهتون نشون بدم که سهم اصلا قبل از این کجا بوده. یعنی ببینید سهم همش روی 10 دلار 11 دلار داشته ترید میشده و جای خاصی نداشته و حجم ایدئالش هم این سهم مثلا تا پارسال حدود اصلا به 1 میلیون نمیرسیده، که امروز یهو مثلا میبینیم که توی یک حرکت آنی مثلا 734 میلیون معامله میشه. برای همین وقتی که هر موقع مارکت به این حدودها میرسه قیمتاش خیلی وقتی پارابولیک میشه دیگه پول توی سهامای بزرگ نمیره، همین اتفاق میفته. مثلا ببینید الان یعنی تلویزیونی هستش که به اسم فوتو تلویزیونی هستش که حالا داره الان مثلا هولدینگ منظرت میخوام فوبو تلویزیون هستش. خب این پترنش پترن خوبیه و میتونه این بالا بره، ولی تا قبل از این سال 2021 یعنی آخر دسامبر تازه این سهم رو گده شروع کردن شناسایی کردن و سهم از 30 دلار در عرض 3 ماه شده 190 دلار.
خب قبل از این سهم کجا بوده؟ بذارید بریم ببینیم سهم قصن قبل از این کجا بوده. قبل از اینکه مانی پرینتینگ صورت بگیره، سهم روی 10 دلار، 11 دلار، 20 دلار نهایتا سال 2020 و بعدش الان شده 150 و همین امروز معامله شد. بذارید من نشون بدم این چارت من اگر بیاد. آبه باشد 154 دلار داره معامله میشه. خب این خودش نشون دهنده این هست. مثلا تلویزیونی مثل فوگو که میگن تلویزیون حالا مثلا بخش بازی ورزشین هست، این سهم نگاه کنید مجددن 9 دلار 10 دلار هایپ شده روی الان 59 دلار روی مثلا دسامبر و بعد مجددن هایپ بعدی که توی جنوری اتفاق افتاد الان هم مجددن دوباره داره برمیگرده بالا و این احتمال داره که نهایتا تا 37 دلار هم بره. اصلا چیز عجیبی نیست، تا 37 دلار هم ممکنه بره. من فکر می‌کنم 34 دلار نهایتا 38 دلار هم بتونه ببینه. ولی خب وقتی که پول اصلا وارد این سهم میشه، من اسم اینا رو گذاشتم جانکی استاک، شما باید فاتحه اون بازار رو بخونید، به خاطر اینکه نشون میده بازار الان وارد یک سری سهام ها نمیشه یا پول بزرگ خارج وایساده و داره نظارگر هست ببینه که چه اتفاقی بر سر بازار در میاد، بعد اون موقع وارد بشه. خب بریم سراغ تحلیل های هر روزمون که انجام میدیم و اون هم از شاخص S&P است. امروز S&P تونست تنها 72 سنت افزایش داشته باشه، 0.02% رشد بکنه و فعلا ترندش مثبته. میگم فعلا S&P حجم امروز پایین بود، حجم امروز زیر 50 میلیون اگر اشتباه نکنم معامله شد. بذارید حجم رو باز بکنم ببینم حجم چقدر بوده. امروز حجم S&P خب نشون نمیده. او من باید برم SPY رو ببینم. SPY رو چک کردم حدود زیر 50 میلیون بود در آخرین بار، 40 فکر میکنم 7-8 میلیون. فعلا ترند مثبت، بالای مووینگ اوریج ها هستش، هیچ مشکلی نداره. اما نکته ای که وجود داره این هستش که S&P وضعیتش وضعیت خیلی جالبیه، یعنی الان فعلا با حجم کم داره درجا میزنه و اگر ما بیایم مثلا توی تایم فریم پایینتر میبینیم امروز دوباره پایین اومد و بعد دوباره بالا رفت. تا وقتی که S&P توی این منطقه هست و بالای مووینگ ها هستش مشکل نیست، ولی اگر یک روز فقط با حجم بالای 100 میلیون SPY معامله شد و اون روز روزی بودش که S&P خیلی پایین اومد، اون روز روزی هستش که اینستیتوشن ها خالی کردن. فعلا توی ریزش های خیلی کوچیک هم شما میبینید مثلا سری بای بک میشه و میره بالا، به خاطر این هستش که حجم پایینه، حجم اونقدر بالا نیست، اینستیتوشن ها خارج نشدن. داو جونز اینداستریال شاخص بعدی هست که داو جونز هم هیچ مشکلی فعلا نداره، فعلا داره داخل این گپ کار میکنه و امروز 21 تنها 21 صدام واحد افت کرد، 34599 بسته شد و اتفاق خاصی فعلا توی داو نیفتاده. امروز راسل 2000 خیلی خوب عمل کرد، همونجور که عرض کردم خدمتون این ترند رو به سمت بالا شکست و راسل میتونه بره برای دابل تاپ، فردا احتمالاً بتونه بشکنه، هرچند که فردا یک انانسمنت مهم داریم، CPI هست، شاخص تورم که اگر مثبت بیاد، یعنی مثبت منظورم اینه که اگر خیلی بیش از انتظار بیاد بازار نگران میشه که خب فدرال رزرو قرار هستش که اینترست ریت رو بالا ببره، پس یک مقداری سهام های نزدک احتمالاً آسیب میبینن. اما اگر CPI کمتر از حد انتظار بیاد یا در حد انتظار بیاد، ما شاهد یک حرکت صعودی در استاک مارکت خواهیم بود، به خاطر اینکه همچنان خیلی ها معتقدند که فدرال رزرو شروع میکنه همینجور باز هم پمپاژ پول کردن. 120 میلیارد دلار در ماه داره پول چاپ میکنه و فعلا به این روند ادامه میده. نزدک امروز تنها 7 واحد افزایش داشت، 13810 بسته شد. نزدک فعلا مشکلی نداره، چارتش و همونجور که عرض کردم بولیش کانسالیدیشن هست، میتونه نهایتا به نظر من تا 14000 بالا بره. ولی من خودم به شخصه تو تمام بالاهای این هفته من سعی میکنم پوزیشن ها رو ببندم، همونجور که امروز هم بستم یه دونه رو، حالا تو پوزیشن ها خدمتتون عرض میکنم. در داخل نزدک امروز اپل 80 من این والیوم رو ببندم، در داخل نزدک امروز اپل 84 سنت تنها مثبت بود و 126 دلار بسته شد. چارت اپل خیلی جالبه، نگاه کنید برخورد کرد به مووینگ 20 و پایین اومد، اصلا چارت مناسبی نیست، یعنی
اپل خیلی بهتر داشت کار میکرد، ولی در آخر لحظات خودش رو از دست داد. آمازون فقط تنها استاکی بود که خوب تونست خودش رو نگه داره و هولد بکنه 3264، باز همونم به مووینگ 50 برخورد کرد و فیل کرد. حالا باید ببینیم که فردا چه اتفاقی میفته. فیسبوک که پدیده تکنولوژی ها بوده، امروز منفی خورد. اتفاق خاصی نیفتاده، فیسبوک هنوز اون 342ی که من نشون کردم رو شاید بتونه ببینه. گوگل امروز اتفاق خاصی نیفتاده، 3 دلار تنها پایین اومد. گوگل داره دابل تاپ خودشو فور میده، اگر بتونه این منطقه کانسالیدیت کنه میتونه تا 2450 و بعد 2500 هم بره. نتفلیکس امروز 2 دلار تنها کاهش داشت. نتفلیکس چارت بعدی داره پیدا میکنه و یک بولیش کانسالیدیشن رو تبدیل داره میکنه به یک بیر فلگ، که اگر این بیر فلگ بیشتر این منطقه کانسالیدیت بکنه، احتمال اومدن پایین روی 468 این منطقه ساپورتی که من نشون دادم هست. مایکروسافت امروز 1 دلار افت داشت، 252.57 دلار. اتفاق خاصی در درون چارت نیفتاده، برخورد کرده توی این ناحیه گپ و الان پایین اومده. باید ببینیم که مایکروسافت میتونه این ترند رو نگه داره. تا وقتی که ترند مثبته هیچ مشکلی نیست. تسلا یکی از بدترین چارت ها رو داره، امروز 603 دلار بسته شد. تسلا هم تقریبا مثل نتفلیکس داره عمل میکنه و امروز اومد پایین و برخورد کرد به مووینگ 20 و کمی اومد بالا، بالای 600 بسته شد. باید ببینیم فردا چه اتفاقی واقعا برای سی پی آی میفته. اگر فردا سی پی آی خبر بد برای تکنولوژی، یعنی سی پی آی بالا بیاد، به نظر من اینها همگی رولوور خواهند کرد. اما سمی کاندکتر ها SMH امروز منفی شد. SMH هنوز بولیش کانسالیدیشنه، مشکلی نداره، ولی باید خیلی چشتون به SMH باشه. SMH اگر زیر مووینگ 20 ببنده، و یا بهتر بگم زیر این گپ روی 233 بذارید، اینو پین پوینت کنیم اینجا، SMH این خط رو اگر به پایین بشکنه، به نظر من این کف رو هم میتونه بشکنه و اون وقته که SMH سور میخوره، واقعا سور میخوره، تا 177 ممکنه بیاد پایین. سمی کاندکتر های بعدی ساکس فیلادلفیا سمی کاندکتر فعلا اوکی هستن، میگم اینا مشکلی فعلا ندارن، اما اینها لیدر هستن و هر منفی های پشت سر همه اینها رو باید دید. TSM امروز روز منفی رو داشت، 2 دلار افت کرد، 115 دلار برخورد به ترند، کاملا مشخص افت کرد، مووینگ 50 رو نتونست نگه داره، فعلا بالای مووینگ 20 وایساده. انویدیا اومده روی 698، دیگه بالای 700 نمیتونه کلوز بکنه و اومد پایین تر. AMD امروز اتفاق خاصی نیفتاد، 80 دلار بسته شد، 80 دلار و 89 سنت و یک بولیش کانسالیدیشن خیلی خوبیه. پترنش پترن بدی نیست، ولی بالا سرش یک رد باری داریم اینجا که AMD ممکنه که فقط بتونه تا و اواسط رد بار، یعنی تا 84 دلار بتونه پیش بره. ASML 1 دلار 25 سنت پایین اومد، 680 دلار بسته شد. ایمت امروز 3 دلار منفی شد. مایکرون امروز 3 دلار 51 سنت پایین اومد. مایکرون خیلی چارتش سقوط آزاد بدی کرد، 4% ارزش خودش رو از دست داد و مایکرون به نظر من داره زنگ خطر رو میزنه. کوالکام امروز درجا زد و کوالکام در حقیقت فعلا خودش رو حفظ کرده در داخل این رد باری که 10 می اتفاق افتاد. کوالکام باید بالای مووینگ 50ش کلوز بکنه و یک فالو ترو بده که بتونیم ما بگیم که این صف فعلا از مهلک گریخته. اینتل 9 سنت بولیش کانسولیدیشن، پترن بدی نیست، 59 تا 59 و 20 دلار میتونه، 59 و 20 سنت میتونه پیش بره. کیلک امروز روز بعدی رو داشت، 4 دلار 75 سنت از دست داد، هرچند که کیلک هنوز این بولیش کانسالیدیشن خودش رو حفظ کرده. آی جی وی امروز روز مثبتی رو داشت و تونست تا حدودی کارف بکنه و بالا بره، اما برخورد کرد به این ترند. آی جی وی باید بالای این ترند ببنده تا ببینیم که چی میشه. کوپر سافتور امروز 2 دلار منفی شد و در ادامه ارنینگ خودش داره پایین میاد. فعلا کوپر سافتور میتونه 359 رو ببینه. شاپیفای امروز 19 سنت تنها گین داشت و فعلا پترنش پترن بدی نیست، 1300 دلار میتونه تو دسترس باشه. زوم امروز من منتظرش بودم که یک حرکت قوی رو نشون بده که سیگنالش بکنم، اما اول ساعت من قوی بود ولی بعد برگشت
و زوم به نظر من داره بک تست میکنه این ترند رو. باید ببینیم که بک تستی که این ترند رو میکنه به چه صورت هست. اگر بک تستی هستش که زیر ترند فیل کنه تو منطقه 317 به نظر من میشه یک با استاپ زیر 293 میتونم بخریم آروم، به خاطر اینکه ممکنه که بیاد اینجا و شادو بزنه و برگرده بالا. ولی اگر نه، دیدیم که فشار فروش زیاده، روزی هستش که مارکت کلا وضعش خرابه، به نظر من اصلا نباید بهش دست زد و این در حقیقت یه دونه فیل بریکات کرده و احتمال پایین اومدنش هم هست. حالا بعد میگم ببینیم که به چه اتفاقی میفته. میگم من منتظر بودم که زوم حرکت خودش رو شروع بکنه و بعد من وارد پوزیشن بشم. خب توایلیو امروز تونست 2.68 دلار گین بکنه. اتفاق خاصی فعلا تو چارت نیفتاده، نه بد نه خوب، فعلا حرکت خاصی نیست. اما استاک بعدی لم ریسرچ هست. امروز 12 دلار لم افت کرد و یک میگم یک سقوط آزاد داشت، 637.55 دلار بسته شد. لام باید ببینیم که آیا این تاپ بوده یا نه، چون این کندلی که روزی 1 جون زد نتونسته بالای اون بره و الان فعلا داره کانسالیدیت میکنه. امروز هم یک جورایی تایید کرد که مثل اینکه نمیتونه اصلا بالاتر بره. باید میگم ببینیم که میگم استاکا دارن کم کم آروم آروم ضعف نشون میدن توی سکتورهای مختلف. میتونیم ببینیم نمونهش ترید دسک، ببینید این چارت بالا رفته و الان داره لوئرهای بعدی رو میزنه، برخورد کرد به مووینگ 50 و خیلی کلاسیک عمل کرد و لوئرهای زده. و این دیگه اگر اسمش بیر مارکت توی این نیست چی هستش؟ مثلا الان 20 سپتامبر این استاک بوده 957، الان 600 دلار، یعنی یه چیز نزدیک 30% از دست داده ارزش خودش رو. روکو امروز 93 سنت افت داشت. روکو هم جز استاکای هستش که میگم الان وضعیتش وضعیت زیاد جالبی نیست، با اینکه بولیش کانسولیدیشن داشت فیل کرد، الان مجددا داره چاپی کار میکنه. اوراکل امروز 67 سنت گین داشت، 84.61 دلار بسته شد. اوراکل فعلا داره خوب میتازه و توی تایم بلند مدت که قطعا پارابولی که توی تایم روزانه هم پارابولی که هر موقع این اتفاق میفته معمولا بعدش مثل این حرکتی که انجام میده یک شارپ پول بک میکنه. این شارپ پول بک احتمالا روی 80 دلار خواهد بود. اما شیفت کنیم به سمت طلا. طلا امروز روزی بودش که تقریبا پازدهی بود، اتفاق خاصی توی طلا نیفتاد. طلا فعلا درگیر این منطقه رد باری هستش که روی 1920 زده و این رد بار رو داره روش کار میکنه. هیچ مشکلی نداره تا وقتی که ببینید اینجا رو، این کانسالیدیشن رو، این کانسالیدیشن داخل این رد بار بود، الان هم همین داستان هست. یعنی این رد بار حتی سنگین تر از این هم هست و این داره کانسالیدیشن میکنه. هر چقدر بیشتر این کانسالیدیت بکنه طلا به نظر من بیشتر بالا میره. 1950 رو میتونه ببینه تا 2002. باید ببینیم فردا سی پی آی چه تأثیری روی طلا داره. نقره امروز چارتش همین جوری بود، امروز الان نقره زیر مووینگ 20 بسته شد. الان هم فعلا روز بعد هستش که میبینید که داره منفی معامله میشه. جی دی اکس معادن طلا چارت زیاد جالبی پیدا نکرده. جی دی اکس بولیش کانسالیدیشنش رو فیل کرده و ما میتونیم بگیم با کندلی که امروز زد مجددا فیل شدنش تایید شده. باید ببینیم که چه اتفاقی توی واقعا چارت میفته، چون اگر این بیاد پایین احتمالش هستش که حتی تا منطقه 36 دلار هم بیاد پایین. جی دی اکس جی امروز 80 سنت افت کرد، وضعیتش تقریبا مشابه جی دی اکس هستش. اس ال وی ای تی اف نقره هم همینجور. اکس ال اف امروز 10 سنت افت کرد. بانکی ها فعلا دارن چاپی کار میکنن و زیاد نتونستن تراکی از خوشون نشون بدن. کی وی ای امروز 5 سنت افت کرد، یک کانسالیدیشن شاید الان 3 ماهه رو داره درست میکنه توی تایم بلند مدت. اینها توی تایم بلند مدت ببینید اینا همگی پارابولیک هستن و باید چارتاشون چارتایی باشه که بشه روشون حساب کرد. وقتی یک چارت اینجوری میره بالا اون هم تو تایم ماهانه، یا باید به صورت چندین ماه اینجوری حرکت چاپی انجام بده، یا اینکه باید اصلاح کورکشن خیلی شارپی رو انجام بده. من فکر میکنم از نوع دوم باشه، اینا همه دیو هستن برای یک کورکشن سنگین. اون چیزی که انتظارش رو دارم من از اواسط جون که الان یک هفته دیگه شاید میشه گفت ما برسیم به اون نقطه که کورکشن سنگین باشه. KRE امروز 4 سنت کاهش داشت، اون هم باز هم مشکلی
فعلا نداره توی تایم روزانه، ولی توی تایم بلند مدت همگی پارابولیک هستن. گلدمن ساکس که من خیلی واقعا چشم به این چارت هستش، به خاطر اینکه یک جورایی مارکت لیدر هستش و توی شاخص داو جونز هم هست، امروز $3.46 افت کرد. گلدمن، اگر چارت گلدمن رو باز بکنه برام بتون نشون میدم. بله، خب گلدمن امروز $3.46 افت کرد و گلدمن میگم فعلا باید ببینیم که میتونه آیا این ترند خودش رو نگه داره و بالای $370 خودش رو تثبیت کنه یا خیر. خب اصلاح مشخصه، حرکت پارابولیکه، حتی توی تایم روزانه همین حرکات چاپی هست، اما آیا باید ببینیم. گلدمن من فکر میکنم تا $400 بتونه ببینه، الان 384 تا نزدیک $400 رفت. باید ببینیم که تو این چند روز آینده آیا میتونن بانکی‌ها دوباره برگردن به مدار یا نه. فردا میگم خیلی گزارش مهمی هستش، خیلی سکتورها رو میتونه مشخص بکنه که به چه سمتی میتونن اینها پیش برن. جی پی مورگان امروز 66 سنت افت داشت و $165، هرچند که میگم خیلی بیشتر پایین اومده بود، برخورد کرد به مووینگ 20 و بالا رفت. ویلز فارگو امروز 50 سنت افت داشت، $46. بانک آف امریکا 24 سنت و در داخل بانکای کانادایی رویال بانک امروز 57 سنت افت داشت. تی دی کاملا داره برخلاف بانکای کانادایی عمل میکنه، هر موقع اونها مثبت میشن تی دی منفی میشه و هر موقع اونها منفی تی دی مثبت. امروز تی دی مثبت بود، 7 سنت گین کرد و این پترن البته پترن بریشیه، پترن بولیشی نیست و بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته. بی ام او امروز 38 سنت معذرت میخوام افت کرد و $128 بسته شد. بی ام او چارتش بد نیست، فعلا اوکیه، اگر یا باید کانسولیدیت کنه یا باید اصلاح به سمت $125. اما شیفت کنیم به سمت آی وای تی ترانسپورت. امروز آی وای تی 85 سنت ارزم به خدمتون گین کرد و هیچ مشکلی فعلا توی چارت وجود نداره، اما اینها الان دارن ضعیف عمل میکنن، به این دلیل که مثلا نگاه بکنید یو پی اس امروز منفی بود، یو پی اس امروز $3.16 منفی بود و خیلی چارت جالبی داره. من این رو اگر باز بکنه نشون بده، خب همونجور که میبینید توی یو پی اس $206، من اونجا خطی گذاشتم که یو پی اس داره به اون منطقه نزدیک میشه، اگر اون منطقه رو بشکنه یو پی اس میاد روی $195. برای همین میگم ترانسپورت زیاد قوی عمل نکرده. فدکس چارت بعدی هستش که میگم سهام هایی که دلیوری هستن امروز ضعیف بودن، فدکس هم همینجور 76 سنت افت کرد، ولی از طرف دیگه ریلیا بد نبودن. کانزاس سیتی ساوترن امروز کمی مثبت بود، 56 سنت. میگم کانزاس سیتی ساوترن انگار داره نفسهای آخر رو میزنه. نورس فولک ساوترن سیتی هم همینجور. به نوعی امروز یک حرکت جالبی رو انجام داده، اگر به بالا برگرده فردا فالو ترو بکنه که این یک بیر ترپ بوده و میتونیم بگیم که خب این حرکت سودی شده، ولی من چنین چیزی رو فکر نمی‌کنم و در کل اینها الان اینجا دنبال این هستن که یه جور کانسولیدیشن بکنه و بعد مجدداً این بیر فلگ رو مجدداً به سمت پایین بیاد و بشکونه. یونیون پاسیفیک امروز $1.12 افت کرد و $221 بسته شد. اینم میگم چارت زیاد جالبی نداره، اما در داخل ترانسپورت امروز ایرلاین ها روز خوبی رو داشتن. برای مثال جتس که ETF ایرلاین ها هستش 25 سنت مثبت بود و فعلا مشکل خاصی توی چارتش وجود نداره، پترن هفتگیش اوکی هستش. UAL امروز یونایتد مثبت بود 43 سنت. دلتا امروز 96 سنت مثبت بود، 2% حرکت خوبی بود برای دلتا. جت بلو که ما داریمش 17 سنت مثبت بود، بد نیست ولی زیاد جالب نیست. LUV 62 سنت مثبت بود. آلاسکا که 74 سنت یه موقع بهترین بود، الان میگم اینها یه مقداری میکس هستن چارتاشون و الان چارت خیلی جالبی ندارن، بعضیشون خوبن بعضیشون بدن. امریکن ایرلاین امروز 3 سنت افت داشت، اتفاق خاصی نیفتاد. اما ایر کانادا امروز طوفانی بود، باز هم مثل دیروز یک حرکت خیلی خوب رو انجام داد و 6% امروز رشد کرد، $1.07 افزایش داشت ایر کانادا و به $28 رسید.
منتظر بودم من پایین تر بیاد ولی نشد که بیاد که بخرمش. ویکس امروز روز بعدی رو نداشت. ویکس امروز 65 سنت افزایش داشت، 17 دلار و خیلی خوب داره این منطقه ازش حمایت میشه. اگر شما نگاه بکنید ما این سر چارت رو برقبتر بریم، ویکس روی منطقه یه گپی بوده که این گپ و این منطقه منطقه هستش که به نظر من خیلی خوب داره ساپورت میشه از ویکس. باید ببینیم که چه اتفاقی میفته واقعا. اگر این منطقه بتونه نگه داره ویکس، اون وقته که یک اسکای راکت میزنه به سمت 32 دلار. من تو 28 دلار گام اول و بعد 32 دلار رو واقعا میبینم توی ویکس. VXX ETF ویکس که امروز کمی مثبت بود 35 سنت. اما شیفت کنیم به سمت نفت. نفت امروز مثبت بود، 70 دلار همین الان داره معامله میشه و 72 تا 73 دلار به نظر من تارگتی هستش که من برای نفت دارم. XOP 95 سنت مثبت بود، 98 دلار و 30 سنت. OIH امروز 31 دلار مثبت بود و هلی فرانتیر امروز 6 سنت تنها از دست داد، ولی پترنش هیچ مشکلی نداره، بولیش کانسالیدیشن داره میره برای 40 و 41 دلار، 39 تا 40 دلار رو ببینه. این عددی هستش که حداقل من برای هالیبرتون دارم. بیکر هیوز امروز 1 سنت، پترنش پترن بدی نیست. اگر بیشتر کانسالیدیت کنه به راحتی 27 دلار تا 28 دلار رو میتونه ببینه. و میگم اینها همه سهامایی هستن که با نفت حرکت میکنن. اکسون امروز 1 دلار مثبت بود. شفران امروز اگر اشتباه نکنم، شفران چارت من کجاست؟ شفران امروز 98 سنت شفران امروز 98 سنت گین کرد، 1 دلار 108 دلار بسته شد و چارت بدی نداره شفران. و میگم این چارتاش همه چارتای خوبی هستن، ولی اینها باید ببینیم که میگم با حرکت نفت حرکت میکنن. وقتی تارگت نفت من 172-173 هستش، برای همین من انتظار دارم مثلا اینها یه رالی سعودی دیگه داشته باشن، ولی خب من همیشه زودتر یه ذره میام بیرون و ریسک نمیکنم. هالی فرانتیر امروز، هالی برتون معذرت میخوام، 11 سنت افزایش قیمت داشت. هالی برتون 11 سنت، والرو امروز تو سهامهای پالایشگاهی والرو 57 سنت مثبت بود. PSX همین رو چارتاشون فعلا اوکی هستش، مشکل نداره، 15 سنت مثبت شد. و XRT امروز شاخص ریتیل هستش که یک گین خیلی خیلی خوبی رو داشت، اون هم به لطف یک سهمی هست که من میخوام اینو بهتون بگم. یوهو همه الان اومدن توی سهم بت بس و بیاند، امروز 8% رشد کرد، 2.85 دلار. اگر اون رو باز کنه من بهتون نشون بدم چارت رو. بله امروز میگم 2.85 دلار. میگم اینا های پای هستش که انجام میشه توی استاک ها، وگرنه مثلا سهام های اصلی این بخش مثلا والمارت هستش که امروز 1 دلار منفی بود، کاستکو هستش. البته والمارت پترنش پترن زیاد جالبی نیست، باید یک ذره بیشتر توی این منطقه کانسالیدیت کنه، نباید این زیر 136 دلار بره. و اگر توی این منطقه کانسالیدیت کنه اون وقت میتونیم بگیم که جالب تر میشه. الان فعلا والمارت وسط مسیر هستش، کاستکو امروز 70 سنت، کاستکو هم همینجور باید اینجا بیشتر کانسالیدیت بکنه. یک نزول خیلی خوب کرد تا 308 دلار توی ماه مارچ و بعدش بالا اومد و خیلی خوب بود کاستکو. میگم این سهام ها سهامی هستش که سهام های بدی نیست. حالا بریم سراغ پوزیشن هامون و راجع پوزیشن هامون هم صحبت بکنیم و دیگه این فایل رو جمع بکنیم. خب اولین استاک بابا هستش، بد نیست، بولیش کانسالیدیشن الان اینجا داره تشکیل میشه و اگر بابا بتونه به قول معروف این منطقه خودش رو حفظ بکنه، من به نظرم این رد باره، این رد بار اگر بتونه تکلیف خودش رو با این رد بار مشخص بکنه، رد بار 19 می بابا میره برای 225 و بعدش هم که این ترند رو میتونه بشکنه و بره بالاتر. جت بلو مثل بقیه ایرلاین ها امروز روز خوبی رو داشت، 17 سنت رشد کرد. اما میگم پترنش الان فعلا خونسای، بیشتر این پترن ویکلیش برای من مهمه که خیلی روش نظر دارم. CCL که هنوز داریم این کروز رو، امروز یکی از کروزها رو بستیم. CCL پترنش خوبه، پارابولیکه، توی کوتاه مدت ممکنه پایین بیاد ولی احتمال بالا رفتنش اینها هست. NCLH که امروز شروع کرده به بالا رفتن، NCLH رو من برای این بستم به خاطر اینکه داخل این رد بار هستش و ممکنه که بالاتر هم بره، ولی من
به نظر خودم NCLH رو بستم به خاطر اینکه روی CCL سنگین بودم و نمیخواستم بیشتر باشم. CME امروز 46 سنت تنها افت داشت. CME پترنش عالی حرف نداره، به نظر من این میتونه خیلی خوب نتیجه بده. تنکر امروز روز بعدی رو نداشت، 9 سنت نه خوب نه بد، فعلا چارتش اوکیه. کارگروس امروز 12 سنت افت کرد، خیلی پایین تر بود کارگروس ولی یه ذره بالا اومد در آخر وقت. باید ببینیم که میگم این کارگروس یه ذره منو ناامید کرد، من به نظرم خیلی بهتر میتونست عمل بکنه. اما استاکی که امروز خیلی من رو به قول معروف ناراحت کرد دیش بود، که البته میگم هنوز اتفاق خاصی در درون چارتش نیفتاده امروز، ولی 3% پایین اومد. کراون، این استاک کراون خیلی استاک جالبیه، هم تو پترن شما نگاه بکنید دیلیش عالیه، هم توی تایم ویکلی، من اگر این رو ویکلیش بکنم یک بولیش کانسالیدیشن فوق‌العاده داره تشکیل میده که هیچ مشکلی به نظر من نداره. و میگم کراون یکی از استاک های جالبی هستش و این هم توی تایم ماهانه هستش که داره برمیگرده به سمت بالا. یعنی ببینید این الان اگر کسی با پترن های من آشنا باشه میدونه که من منظور من چی هست، لو هایر لو هایر لو بهش میگن لیف فراگ، و این پترن یکی از پترن هایی هستش که واقعا من خیلی دوستش دارم، خیلی ازش نتیجه گرفتم، مخصوصا اگر تو پایین چارت باشه، مخصوصا اگر بریک اوت بکنه به سمت بالا و به نظرم 12 دلار رو میتونیم ببینیم. جانسون اند جانسون به خاطر یکی از شرکت های خیلی خوبی هستش که من گرفتم، به خاطر حالت دفاعی هستش که این سهم داره در برابر ریزش ها و فعلا مشکل خاصی، میگم اینا پترناش همه ویکلی هستش و مشکل خاصی فعلا نداره تا بعد ببینیم چی میشه. پراکتر امروز بد جوری سمش داون کرد، ولی میگم این پترنش بازم به لحاظ ویکلی هیچ مشکل نداره، لو هایر لو هایر لو و این میتونه به بالا بره، مخصوصا اگر مارکت یه ذره شیکات بکنه. KMN که ما گرفتیمش فعلا خوب داره حرکت میکنه تو سود و میگم از موقعی که گرفتیم تونسته به نوعی حرکت سودی خودش رو داشته باشه. من رو 61 دلار روی KMN هستم و به نظرم اون تارگت رو میتونه ببینه. اما امروز من دوست داشتم یک ذره راجع به کریپتوکارنسی هم باهاتون صحبت بکنم، چون خیلی ها تون هستین از من میپرسین. این چارت بیت کوین هستش که این منطقه 30000 تا 28000، اگر این منطقه رو از دست بده بیت کوین میاد روی 21 تا 24000 و من به نظرم این لو خیلی مهمه، مخصوصا لو 28000 رو حتما نگاه بکنید. اگر یک کندل زیر 28000 بست در روزانه بیت کوین بلافاصله میاد روی 24 تا 21000، یعنی اینو خیلی مراقبش باشین. چارت بعدی ایتریوم هست که ایتریوم چارتش کمی بهتر از بیت کوینه، ولی میگم این ترند رو حواستون باشه، ایتریوم اگر نتونه این ترند رو حفظ بکنه شاید تا 1100 تا 1400 دلار تو این ناحیه بیاد و این ناحیه قابلیت ترید داره. چارت بعدی ریپل هستش که ریپل هم همینجور من 1.6 رو براش منظور داشتم و خوب زد به 1.6 و برگشت. ریپل به نظر من توی این واید رنج بار هستش و پایین تر اومدن ریپل به نظر من 60 سنت، اینجا بایرها خیلی بایرهای قوی هستن و سین آف کرایم هستش و فعلا مشکل نداره. میگم چارت بیت کوین و ایتریوم و ریپل این سه تا چارتی بودش که من چون خودم روش هستم و تحلیل میکنم. خب امیدوارم روز و شبتون خوش باشه، ببخشید این فایل طولانی شد ولی قصد داشتم حالا که دیرتر میدم یه مقداری بیشتر هم باشه. فردا میبینمتون، خداحافظ.